همون هم بازی اون کنده نفر کسی نمیداریم بکشن اینجا همون هستی خوشم به تو دیوار با سلام به بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید و برنامه نبعدان. من نوشین کدخدایی به همراه همکارم حسین خدایی فر این برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در برنامه این هفته گفتگوی خواهیم داشت با حسن صالحی، سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام. با ما همراه باشید. حسن صالحی به این برنامه خوش آمدید. بسیار ممنونم. سپاسگزارم. من در ابتدا یک گزارش میدم از اعدام هایی که اخیراً صورت گرفته و بعد نظر شما رو جویا میشم. متاسفانه در زندان زاهدان در هفته های اخیر حدود 6 تا اعدام رو ما داشتیم که از اواخر آذر ماه شروع شد این اعدام ها. شعیب و بهنام ریگی در اواخر آذر اعدام شدند و بعد ما حمید میربلوط‌سهی رو داشتیم و مهربان براهویی و در روز یک شنبه 14 دی ماه هم سه زندانی به نامهای حسن دهواری، الیاس قلندرزهی و امید محمودزهی در زندان زاهدان اعدام شدند. که بله متاسفانه در این اعدام ها طبق سخنایی که وکیل ها گفتن هنوز حکم قطعی نشده بوده، یعنی جای مثلا برای مورد حسن دهواری، الیاس قلندرزهی اعاده دادرسی در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت شده بوده، ولی با این وجود اعدام خیلی سریع صورت گرفته. مورد دیگه ای که داشتیم در زندان وکیل آباد مشهد که متاسفانه سه نفر، حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی و محمد علی آرایش که سه زندانی سنی مذهب بودند، در حکمشون اجرا شد. و اما مورد دیگه‌ای که اتفاق افتاد و در زندان رشت بود که محمد حسن رضایی که زمانی که متهم شده به انجام قتل در سن 16 سالگی بوده که کودک مجرم بوده و طبق جمهوری اسلامی یعنی در ضدیت این اعدام افرادی که در سنین کودکی به جرمی متهم میشن، که البته ما میدونیم جمهوری اسلامی با پیمان نامه های بین المللی که هیچ تعهدی به اونا نداره هرچند که امضاشون کرده باشه. حالا نظر شما رو من جویا میشم. در ابتدا در مورد زاهدان صحبت بکنیم، زندان زاهدان و اعدام هایی که داره میشه گفت ما روزانه شاهدش هستیم. اجازه بدید من قبل از هر چیزی که نگاه عمومی به این اعدام ها بندازم. میدونیم، خب ما همه میدونیم که جمهوری اسلامی رژیم اعدام از هم روز اولش هم اعدام کرده و این ابزاری برای در واقع سرکوب و ارعاب جامعه و مقابله با خیزش‌های احتمالی مردم همیشه از این یک ابزار سیاسی بوده. خب اعدام ها تو همه روزهای سال جمهوری اسلامی ادامه داشته و ولی یک چیزی که من توجه جلب میکنه اعدام هایی که این مجموعه اعدام رو وقتی در کنار هم میذاریم، اون چیزی که ما ملاحظه میکنیم میبینیم همزمانی این اعدام ها که مصادف بوده با فرض کن اعتراضات آبان 98 و یا بعدن اعتراضات مردم در دیمای همون 98، همزمان بعد از سقوط سرنگون کردن و هواپیمای مسافربری اوکراینی که 176 نفر کشته شدن و اعتراضاتی رو برانگیخت و اینها، و اینها به نظر من بی ارتباط نیست. این اعدام ها
با این مثلا روزهایی که من ازشون اس بردم و خب بازم نشون میده که اعدام ها در دست جمهوری اسلامی ابزاری برای اینکه مقابله بکنه با اعتراضات مردم. اگر این رو ما حتی اضافه بکنیم که فرض کن اینها برنامه هایی رو تحت مقابله با اوباش و اراذل و اینها رو راه انداختن، رژه راه انداختن، نمایشات خیابانی راه انداختن، مقام ناجا میاد اونجا با خشونت تمام میگه بزنید دست و پای اینها رو بشکنید و سرکوب کنید، قلقم کنید، که فی الواقع به اوباشان میگه که مردم بشنون، در واقع روی سخنشون با مردم هم. و اینها به نظر من باید توی این بستر دید و ملاحظه کرد که البته تلاشاییه که بالاخره جون یه عده‌ای رو اینا میگیرن به خاطر اینکه مثلا جامعه رو وادار به سکون بکنن و این اتفاق نخواهد افتاد، جامعه با سکون نخواهد شد، ساکت نخواهد ماند و اعتراضات خودش رو ادامه میده. همین امروزی که من با شما صحبت میکنم اعتراضات بازنشستگان به طور سرسری ادامه داره. اجازه بدید در مورد بلوچستان که میگید من یک نکته رو اشاره بکنم، چون ما 7 مورد الان بیشتر نزدیک به 7 مورد شما شمردید. ببینید استان سیستان و بلوچستان یکی از استانهای معروف به استانهای محروم کشور هستش، مردمان زیادی در فقر هستند، نداری و نابرابری، تبعیض اونجا زیاده، مردم آب آشامیدنی درست حسابی ندارن، آب لوله کشی ندارن، مدرسه ندارن، در مدارس کپری بچه هاشون درس مان، خیلی هاشون درس محرومن و فرض کنید بیمارستان درست حسابی ندارن و علی رغم اینا خب زندگی در اون مناطق ادامه داره، مردم سعی میکنن خودشونو بکشونن جلو، ولی این نابرابری ها وجود داره و جمهوری اسلامی پاسخش به این نابرابری ها قتل و اعدام جوانهای اون خطه هستش و این اوج وحشیگری و توحش یک رژیم رو نشون میده که به جای اینکه آب آشامیدنی مردم رو تامین بکنه، به جای اینکه آب بیمارستان و مدرسه برای مردم تامین بکنه، جوانها رو اونا رو میکشه و تحت عنوان اینکه اینها قاچاقچی هن، تحت عنوان اینا که مهاندن، محاربن و اینها. در موردی که اخیراً اتفاق افتاد، یعنی روز یک شنبه اتفاق افتاد، حتی 2 مورد، دو نفر از اینها رو، حسن دهواری و الیاس قلندرزهی، اینها رو در واقع گروگان گرفته بودن به خاطر اینکه بستگانشون ظاهراً طبق گفته جمهوری اسلامی با گروه های مانت هستن، گفته بودن خانواده باشون رو لو بده که ما اینا رو آزاد بکنیم و چون خانواده این کار نکرد طبق اخباری که هست این 2 نفر رو اعدام کردن، که این گروگانگیری و اینطور اعدام کردن که سابقا داره در جمهوری اسلامی جنایت ضربه داره صده. اینو من میخواستم تاکید کنم. بله. حالا من بخوام اضافه بکنم به صحبت های شما، مثلا در 3 زندانی که در مشهد، در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شدن، حتی خانواده از ملاقات آخر محروم بودن، اطلاع ندادن به خانواده، یعنی هیچ کدوم از حقوق انسانیشون رعایت نشده، هنوز حکم تصویب نشده اجراش کردن، یعنی میشده دوباره اعاده دادرسی بکنن، به خانواده اطلاع ندادن. و همچنین موردی هم که گفتید در بلوچستان، در سیستان و بلوچستان میان به قاچاق ربط میدن، تمام مخالفان یعنی فعالان سیاسی رو میان به اون حکم و اعدام میشه. اما مورد محمد، یه چیزی من اضافه بکنم همینجا که اجازه بدید من اشاره کنم، خاطرم رفت تو همون مورد، فرض کنید که خب اینا جزء قوانین حتی خودشون هم هست که باز فرصت وکیل اولا باز با خبر بکنن که اینا اعدام میشه، وکیل میتونه حضور داشته باشه و خب دیدار آخر باز صورت بگیره. در مورد زندانیان در زندان زاهدان که اعدام شدن، هم قید رسیده شدن، خب ببینید وکلای اینا در بیشتر مواردش ثبت کردن اعاده دادرسی رو، متوجه؟ خب اینا هیچ اعتنایی نمی کنن، یعنی حتی منتظر این نمیبینن خب دیوان عالی کشور باز دوباره بیاد اینا رسیدگی بکنه، حتی مجاراهای روزنهای قانونی که خودشون
ظاهرا چیز کردن، چون که میدونین حرف درست حسابی رو اون قائم مقام ناجا گفت، گفت متهم وقتی که تحویل قانون داده میشه هیچ حق حقوقی نداره. یعنی اینا میگن که اکنون ما میخوایم بکنیم گروگان ماست، ما میکشیمشون، ما خبر نمیدیم. دادگاه فرمایشیه، یعنی حکم از قبل در واقع صادر شده. حالا بر میگردیم که اصلا بعضی اعدام ها تصمیم ها از قبل گرفته شده و بعضی اعدام ها اصلا اعلام نمیشه به جامعه. بله، در رابطه با سخنان فرمانده ناجا که میگید، تمام این اعدام ها رو که من خبرها رو میخوندم، یعنی اکثریتشون گفتن ما اعترافی که صورت گرفته بر اثر شکنجه بوده، یعنی در دادگاه اعترافاتشون رو رد کردن، گفتن که بر اساس شکنجه بوده، یعنی یه اعترافی بوده که بر اساس شکنجه هایی که خودشون هم دارن واضح میگن ما شکنجه میکنیم و در ملأ عام دارن میگن ما شکنجه میکنیم و متاسفانه همه این اعترافات بر اساس شکنجه بوده. حالا طبق قوانین خودشون هم میدونید، خودشون هم میگن اعترافاتی که به زور گرفته شده باشه اعتباری نداره. این هم هست، همچی چیزهایی تو قوانین خودشون هم نوشته شده. ولی حتی با وجود همه اینها، همونطور که گفتم، اعدام ها تو ایران سیاسیه. اینا میکشن به خاطر که زهره چشم بگیرن. بله، حتی از نوجوان ها هم نمیگذرن، یعنی کسایی که اگر میخواد بفهمن که جرقه ای از تفکر متفاوت در اونها ایجاد شده، اونا رو باز به هر جرمی میان، یعنی جرمی بهشون نسبت میدن و میکشن. و مورد دیگه ای که هست، قتل هایی که صورت میگیره، حتی به خانواده مقتول اجازه نمیدن که بخوان گذشت بکنن. مثلا در مورد محمد حسن رضایی که زیر سن بوده، سریع اجرا میکنن. این به نظر شما چه صورته؟ چون ببینید، در مورد اعدام کودکان، جمهوری اسلامی، ببینید، پیمان نامه های بین المللی جمهوری اسلامی امضا کرده که طبق قوانین بین المللی اعدام کودکان جرم هستش و نباید صورت بگیره. جمهوری اسلامی هم پای امضا کرده. ولی با همه جمهوری اسلامی اعدام میکرد، روش تعهدی ندارن اینها. اینا یه مش وحشی و جنایتکارن و میخوان خون بریزن. و ولی بعدا که زیر فشار بین المللی قرار گرفت، تاکتیکی و رویکردی که اینا اتخاذ کردن این بود که کسی کودکی رو که در سنین زیر سن مرتکب جرمی شده بود یا متهم به انجام جرمی شده بود رو اینا نگر می داشتن در زندان های مخصوص، حالا کودکان یا هر زندانی که هست، تا اینکه به سن قانونی برسن. و وقتی که بعد به سن قانونی رسیدن، حکم اعدام رو در موردشون اجرا میکنن. جمهوری اسلامی این کار میکن و به این معنا حتی جمهوری اسلامی به عنوان جلاد کودکان شناخته شده. و اینو شما دقت داشته باشید، جمهوری اسلامی اگر بخواد کسی اعدام بکنه، طوری که شما گفتید قبل از اینم ما یه موردی اگر اشتباه نکنم در سقز یا سنندج داشتیم، یه کسی که اونم در سنین کودکی مرتکب جرمی شده بود و توافق کرده بودن خان اولیای دم و مثلا خانواده محکوم به اعدام که پولش پول هنگفتی هم بود، این پول آماده کرده بودن، ولی جمهوری اسلامی تصمیمش گرفته بود میخواست اعدام بکنه. مواردی هست و اعدام کردن، چون که هدفشون انتقام جویی بود. حتی به خواست و امیال اولیای دم هم اعتنای نکرد، اگرچه کل این سیستم از نظر ما ضد انسانیه. مردم مثلا شما بیاین اولیای دم خانواده مقتول رو بیاین شریک جرم یک جنایت سازمان یافته دولتی بکنین، اینا قوانین قصاص قرون وسطایی است که از نظر ما مردود و رد شده، از اینا همه باید برچیده بشه. اینو ما بارها تاکید کردیم. بله، امیدواریم که برچیده بشه. همونطور که میدونید کشور قزاقستان اعدام رو از قوانینش به طور کامل حذف کرد. امیدواریم روزی جمهوری اسلامی هم سرنگون بشه و این قانون در ایران دیگر وجود نداشته باشه. این خبر بسیار خوبی بود که الان شما بهش اشاره کردید. ما کمیته بین الملل اعدام یک بیانیه رسمی توی زمینه منتشر خواهد کرد. ما میدونیم یک هدف جهانیمون طبعا اینه که اعدام در همه جا ملغا بشه
و نباشه و اینکه قزاقستان این کار کرده واقعا خوشبختی. قبل از اونش اینها حکم مجازات اعدام رو اگرچه در قوانینشون بود با حالت تعلیق در آورده بودن، یعنی کسایی که حکم اعدام گرفته بودن به مورد اجرا نذاشتن. ما در مورد ایران هم همین بحث رو داشتیم از پیش از این کمیته بین‌المللی علیه اعدام، گفتیم همه این احکام باید به طور تعلیق بشه، متوقف بشه، یعنی توقف رو خواستش بودیم و اینکه به هر حال مجازات اعدام هرچه سریعتر لغو بشه در این کشور. و ما فکر میکنیم این شدنیه. الان ببینید در خود جمهوری اسلامی هم صداهایی بلند میشه که آقا ما این همه خیلی هم با بیشرمی اینو میگن، ببین اینا الان چقدر آدم تحت عنوان قاچاقچی و مبارزه با مواد مخدر کشتن. الان یه کسیشون که مسئول سابقا مسئول مبارزه با مخدر بوده، اسمش من یادم نمیاد، مدعی شده که قبلنها فرض کنه یه مقدار تون ما مواد مخدر کشف میکنیم، الان بی اندازه بیشتره، علارغم این که اعدام به کار بردن، علارغم این که افراد زیادی رو کشتن، گفته که بیفایده بوده. یعنی به همین سردی هم میگه، میگه بیفایده بوده، این همه آدم کشتن، این همه قتل انجام گرفته، این همه آدم های بیگناه رو احتمالا کشتن، به طور قد آدم های بیگناه رو کشتن. من میگم مبارزه با مواد مخدر ما شکست خورده، بیمورد بوده، باید رویه دیگه ای رو انتخاب بکنیم. و این نشون میده که این به هر حال اعدام راه به جای نمیبره و این رژیم جنایتکار باید هر چه زودتر اعدام ها رو متوقف کنه. بله، امیدواریم که هرچه زودتر متوقف بشه. مثل کولبران رو به همین راحتی میکشن با یه شلیک، بدون اینکه بدونن که بیان فرصت اقتصادی ایجاد بکنن. خب اگه در مورد جمهوری اسلامی بخوایم بگیم که تمام مشکل جمهوری اسلامیه، ولی یه خبرگزاری هرانا اخیراً یه گزارشی منتشر کرده در رابطه با که یک قسمتش در رابطه با اعدام ها در سال 2020. طبق آماری که گزارش داده، 236 اعدام اجرای حکم اعدام صورت گرفته که یک نفر در ملأ عام بوده، که اعدام در ملأ عام دیگه منسوخ شده است، ولی یک نفر در ملأ عام بوده و دو فردم که کودک بودن، کودک مجرم بودن، باز اعدام شدن. و میدونیم که آمارها زمانی که عفو بین الملل آماری رو منتشر میکنه یا سازمانهای دیگه آماری رو منتشر میکنن، میگن در قسمتی از گزارش که در کشورهایی مثل ایران که دسترسی آزاد نیست به منابع و حکومتهای دیکتاتوری اونجا هستند و آمار اصلی رو منتشر نمی کنن، این آمار خیلی کمتر از آمار واقعی هست. و در رابطه با این آمار نظر شما چی هست؟ خب ببینید، همونطور که شما میگید، این آمار همه واقعیت اعدام در ایران رو منعکس نمی کنه. خب اگر با من فکر کنم این آماری که گرفته شده عمدتا آماری، من نمیدونم حالا استنادی که هرانه داره منابع آماریش آیا اون چیزهایی که گفته خود ثبت شده است، یعنی جمهوری اسلامی اعلام کرده یا نه، ولی بله بر اساس 241 گزارش بوده که در ایران به ثبت رسیده، یعنی چیزی رو که خود جمهوری بله، اسلامی بله. یعنی خب منابع دولتی در صورتی که خود هرانه هم گفته که منابع دولتی همیشه اعلام ها رو گزارش نمیدن. دو نکته هست. یکی این که اولا این اعدام ها خیلیشون یعنی قبل از اینکه حتی دادگاهی تشکیل بشه، تصمیم قبل از اون گرفته شده. دادگاه فقط جنبه فرمایشی، بعضا کوتاه مدته، وقتی گذاشته نمیشه و اعلام میکنن. حقیقتی دومین نکته اینه که خب بعضی از خیلی از این اعدام ها نمیاد، یعنی آمار گویا نیست. مثلا ببینید، ما الان یک موردی رو من میخوام اینجا مطرح بکنم که من میخواستیم در این مورد ما اطلاعی بدیم. فکر کنم روز دو سه روز پیش بود، یکی از دوستان ما از شهر سلماز با ما تماس گرفت و ایشون به ما اطلاع دادن که یک جوان 31 ساله به اسم
تورج عباسی رو که 3 سال در زندان بود از سال 96 اینها اعدام کردن. و علی‌رغم اینکه قول و قرارهایی هم داده بودن، خود این دوست ما تلاشایی کرده بود که با خانواده مقتول صحبت کرده و بلکه رضایتشون جلب بکنه اینها، ولی خیلی به همین سادگی اعدامش کردن به اتهام اینکه به حال در قتل یک جوان دیگه به طور گروهی شرکت داده بودن که تازه معترض نشده بود این آدم واقعا قاتل هست قاتل نیست. ولی سرچ کردن بالاخره یک منبع خبری اعلام اعدام ها خبرگزاری میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اسم جان هیچ جا نیست، از سلماس شهرک شهر کوچیک کم جمعیت و از این اتفاقات میفته به جای اعدام. یعنی میخوام بگم تصورش بکنید چند تا از این موارد وجود داره. بنابراین ما دعوتمون از همه اولا اینه که مردم اخبار اعدام رو برای ما بفرستن که ما و به موقع بفرستن که ما بتونیم راستش واکنش نشون بدیم، منعکس بکنیم، فشار بذاریم، به جامعه بین‌المللی رو مراجعه بکنیم و اعمال فشار بکنیم علی جمهوری اسلامی تا اعدام ها رو متوقف بکنه و در این حال ابعاد واقعی رو علی درباره اعدام رو در مقابل چشم جهانیان بگذاریم و بگیم که ما با چه رژیم جنایتکاری روبرو هستیم. بله، رژیم جنایتکاری که گفتید، جنایتی که سال گذشته رخ داد، چلیک به هواپیمای اوکراینی که در صحبت هاتون هم بهش اشاره کردید که این اعدام ها شاید بی دلیل نباشه که در چه زمانهایی داره رخ میده، و چند روز دیگه 8 ژانویه سالگرد سقوط که شلیک به هواپیمای اوکراینی خواهد بود که جمهوری اسلامی 150,000 دلار برای غرامت مشخص کرده بدون اینکه، یعنی هنوز حاضر نیست که اطلاعات رو به طور کامل بده و میخواد که یعنی این پرونده بسته بشه. حدود 1 دقیقه هم در این مورد صحبت بکنیم که بله برنامه رو به پایان برسیم. بله، من در سالگرد این فاجعه عظیم، در این جنایت آمدانه جمهوری اسلامی که منجر به قتل 176 نفر سرنشینان هواپیما شد، من به همه این خانواده و بازماندگان عزیزان درود میفرستم. ما قلبمون با اونهاست. در سالگرد اینها شمع روشن خواهیم کرد، در سالگرد اینها با دادخواهی اینا خواهیم بود. و مسئله این خانواده مسئله پرداخت غرامت نیست، مسئله حقیقته، مسئله محاکمه کسایی که دستور شلیک به این هواپیمای مسافربری رو دادن و محاکمه عادلانه همین جنایتکارانه. این رو باز پیگیری بکنید و ما در مبارزه برای دادخواهی همراه عزیزان هستیم و سعی میکنیم به نوبه خودمون مراسم ها و پیام هایی رو توی این رابطه در همبستگی با این عزیزان منتشر بکنیم و همه مردم رو دعوت میکنیم با انجمن خانواده های باختگان این پرواز هواپیمای اوکراینی همبستگی خودشون رو به اشکال مختلف نشون بدن، عضو این انجمن بشن و اونا رو مورد حمایت قرار بدن. ممنون حسن صالحی که با ما همراه بودید. سپاسگزارم. بینندگان محترم، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. من نوشین کدخدایی به همراه همکارم حسین خدایی فر اوقات خوش را برای شما آرزومندیم.